سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم یاد بگیریم که چطور آسمون رندر هامون رو تو ورژن های قبلی نرم افزار فتوشاپ عوض کنیم. خب لایه تصویرتون رو انتخاب میکنید و بعد از اون میدید که از ابزارهای کویک سلکشن رو انتخاب میکنید و بعد از اون پنل سلکت اند ماسک رو باز میکنید. خب حالا میام از قسمت ویو حالت اوورلی رو انتخاب میکنم. حالا با استفاده از ابزار کویک سلکشن میام و اینجا آسمونم رو انتخاب میکنم. خب همونطور که میبینید یه سری از قسمت‌ها انتخاب نشده، میتونید با استفاده از ابزار براش تول این قسمت‌ها رو خودمون به صورت دستی انتخابشون کنیم. خب من میام انتخابش میکنم و حالا با استفاده از براش قسمتایی که میخوام رو انتخاب میکنم. خب بعد از اینکه قسمت مورد نظرتون رو انتخاب کردیم میام اینورس رو میزنیم تا تصویر آسمونمون انتخاب بشه. خب حالا با استفاده از ابزار ریفاین ایج میام و روی لبه هایی که توی تصویرم هستن و میخوام جزئیاتشون بهتر دیده بشه میام براش میزنم به این صورت تا بیا جزئیات کارم رو توی قسمت لبه های تصویرم بهتر کنم به این صورت. و حالا برای اینکه بتونم هر دو تا لایه رو ببینم بیام از قسمت ویو گزینه آن لیرز رو انتخاب کنم. همونطور که میبینید اینجا دو تا لایه ها رو برای من به نمایش در میاره. خب حالا برای اینکه لبه ها جلوه بهتری داشته باشم میام گزینه دیکانتامینیت کالرز رو انتخاب میکنم و مقدارش رو متناسب با تصویری که دارم تنظیم میکنم و بعد از اون اوکی رو میزنم. خب همونطور که میبینید تصویر آسمونمون عوض شده و میتونید قبل و بعد کار رو ببینید. خب امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه. تا آموزش بعدی خدا نگهدار.